بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون ریختین غک. سرده بر هنر قرن بیستم داشت. کار او شامل پرترها، خودنگارها، مناظر، طبیعت بیجان، سروها، مزارع گندم و گلهای آفتابگردان است. او از کودکی به نقاشی علاقه داشت ولی تا آخر دهه دوم زندگیش نقاشی نکرد. او بسیاری از کارهای شناخته شده اش را در 2 سال آخر زندگی تکمیل کرد. وی در 1 دهه بیش از 2100 کار هنری تولید کرد که شامل 860 نقاشی رنگ روغن و بیش از 1300 نقاشی با آب رنگ و طراحی می شود. ون گوگ در 20 سالگی عاشق دختر صاحبخانه‌اش اگنه لوور شد ولی از وی جواب رد شنید. بعد از آن به تدریج منزوی شد و به مذهب روی آورد. پدر و کاکا یا عمویش او را به پاریس فرستادند. در آنجا بود که ون گوگ از این که با هنر نقاشی مانند یک کالای مصرفی برخورد میکرد پشیمان شد و تا این که در 1876 میلادی از کار اخراج کردید. رفته رفته اعتقاد مذهبی او به تدریج شدیدتر شد تا آنجا که به انگلستان بازگشت و در یک مدرسه به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد به تدریس مشغول گردید. او تصور میکرد که در مسیر درست زندگی قرار گرفته است. این مدرسه در بندر رمزگیت قرار داشت و این فرصت بود تا ونسان چند طرحی از مناظر آنجا را بکشد. مدت بعد جای مدرسه عوض شد و ون گوگ به خانه بازگشت و 6 ماه را در کتاب فروشی به کار مشغول بود. ولی این کار وی را راضی نمی کرد. و وی بیشتر وقت خود را در اتاق پشت مغازه به طراحی و ترجمه انجیل به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی می‌گذراند. در این دوران به گواهی متاقیش که معلم جوان بود به شدت صرف جو گردید و از مصرف گوشت پرهیز می‌کرد. در سال 1877 وی تصمیم داشت روحانی شود و تحصیلات الهیات را در دانشگاه ادامه دهد. بنابراین خانواده‌اش او را به آمستردام نزد کاکایش که یک فرمانده نیروی دریایی بود فرستادند. ولی وی موفق به تحصیل در الهیات نشد و آنجا را ترک کرد. ون گوگ جوانی خود را به عنوان دلال آثار هنری، معلم و واعظ مذهبی گذراند. او در این دوران باورهای دینی عمیق داشت. و مدتی در انگلستان و نیز در میان کارگران معادن زغال سنگ شهر بوریناژ واقع در بلژیک با عنوان مبلغ دین مسیحی فعالیت کرد. در آنجا با محرومیت ها و فداکاری های معدنچیان آشنا می شود تا آنجا که هر آن چه دارد با آنها تقسیم می کند. این تجربه موجب افسردگی مزمن او می شود، حالتی که هیچگاه بهبود نمی یابد. او خود را با عنوان کشش بدون ماموریت در میان معدنچیان بلژیک برای سپرد. این دریاهای بیکران انسانیت و محبت آنچنان عاشقانه دریچه‌های پولادین قلب‌های غبارین خود را به شیوائی غمالود ونگو گشود تا سروده‌های حیات بخش و ارمغان‌های نو دوستیش به فضاهای گرم و گیرای حیات بخش او تبدیل شد. و این دخمه ها بود که به جرأت فرود آمدن شروع کردند و دوستان خود را آرامتر از همیشه یافت و به کودکان خواندن و نوشتن آموخت، از بیماران عیادت و مزبط کرد و آسایش پیران و ناتوانان را فراهم آورد، چرا که او خود یکی از آنان بود.
فن گوک در نامه‌هایش به برادرش چنین نوشت: من میکوشم تا روح خیش را رهایی بخشم و از خون و تن خود زندگی کنم. ون گوگ که از افسردگی رنج می برد در دسامبر 1888 گوش چپ خود را با تیغ سلمانی برید. درباره اصل ماجرا تردید وجود ندارد و خود نقاش هم در دو خود نگاره تصویر خود را با گوش باند پیچیده کشیده است. ون گوگ در روز 23 دسامبر آن سال دو گوش درست داشت، اما روز بعد که او را در بستر غرق خون یافتند جای گوش چپ او خالی بود و به یاد نمی آورد که چه بلایی به سرش آمده است. روز به روز فرو رفتگی و افسردگی ون گوگ عمیق‌تر شد. با این حال او تنها در دو ماه پایان عمرش 90 نقاشی بر جای گذاشت. هرچند ون گوگ در زمان حیاتش در گمنامی به سر می برد و در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو فروخت، اما اکنون با عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان امپرسیونیسم شناخته می شود که به تازگی دو اثر از این هنرمند پس از 60 سال در لندن به نمایش گذاشته شده است و ارزش هر یک از این تابلوها حدود 100 میلیون پوند برآورده شده است. گلهای آفتابگردان نام مجموعه از نقاشی های ون گوگ است که با رنگ روغن در سالهای 1866 تا 1889 میلادی کشیده شد. از دو مجموعه گلهای آفتابگردان با عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین کارهای ون گوگ یاد می شود. ون گوگ در 1889 میلادی به تنهایی به منطقه کوهستانی آر در جنوب فرانسه سفر کرد. او 7 نقاشی در آنجا کشید. گل آفتابگردان در ادبیات هلندی نماد از فداکاری، وفاداری و تعهد به دوستی است. این گل در مراحل مختلف از غنچه کردن تا پژمرده شدن چرخه زندگی از تولد تا مرگ را به مخاطب یادآوری می کند. سهراب هادی درباره ون گوگ چنین می گوید: ون گوگ این هلندی نازیبا با تاختن بر تیرگی ها و نشستن بر شاهین ایمان به مقام اصیل ترین و مبارز ترین چهره های عالم نقاشی جهان نائل کرد. ون گوگ ظاهرش چنان می نمود که اطرافیان از هیبتش می نمیدند و در چشم معدوده که می شناختندش خشک مقدس و ساده دل بود. بر جمجمه ناهموارش که بی‌تناسب می نمود، موهای قرمز یا سرخ دور شده از هم و در چهرهش بینی بزرگ و دهان تلمانندش که با صدای چون شکستن چوب باز و بسته می شد نمایان بود. چشمان سبزینه اش که در انتهای گونه هایش براق می نمود با مسمومیت کودکانه بر جهان چنان می نگریست که گویی پیشگویی وحشتناک از مرگ و فنا را در خود دارد. اگرچه حاصل نخستین تلاش های ون گوگ خام بود، اما رگه های حرکت در آنها به چشم می خورد و امید را در خیشتن زنده می یافت. او در اوج هیجانات روحی کار می کرد و با سرعت سرسام آور به کار می پرداخت. گندمزارهایش، کفشهای کهنه‌اش و گلهای آفتابگردانش خود حکایت استند از ذهن این آشنا و تخیلاتش که را سخت برمی‌انگیخت و به منظور حفظ حالت که کسب می کرد آنچنان شتاب خش می داد که تصویرش همچون جویبار از فلزات مذاب یک آتش فشان از یک ایده خطوط درشت به دست می آمد. رنگ‌های زرد و سبز را با حرکت خاص خیش در کنار یکدیگر چنان ماهرانه قرار می‌داد که حرکات قابل توجه و در کل تصویرهای قابل تأمل را خلق می‌کرد. ون گوگ لحظه‌ها و چهره‌های را مورد تفکر و مدل قرار می‌داد که قابل توجه برای دیگران نبود. مانند گدایان، کودکان ساده پوش، پیرزنان و جوانان تکیده که در مزارع فرسوده می‌شوند و هر خط از خطوط بدنشان حکایت از واقعیت عظیم جامعه است. مدل‌هایش و انسان‌هایش دورنمایی بود که از دیدگاه چشمان سبزینه وحشیش ترسیمی شد. با چندین تابلو از خودش در حالت نقاشی کردن، پیپ کشیدن، آفتابگردان‌های شعله‌ورش،
رنگ های زرد در زمین درو و رنگی که بر ابدیت منصوبش کرد و چهره پیرمرد رنگ فروش نشانه های از خلاقیت وی است. ون گوگ از احساسات پوچگرایانه هنرمندانه بدور بود. او اسیر هنر نبود. او طبیعت را به شکل ارگانیسم خروشنده اش دریافت و این چیز است که برای خیلی از هنرمندان و نقاشان و ادیبان بی‌مفهوم است. ون گوگ به کارهای پیش پا افتاده تن در نمی‌داد. او در مواقع رهایی از تشنج هنریش به ژرف اندیشی در هنر می‌پرداخت و با تولستوی هم‌عقیده بود. او از بار سنگین یک ضرورت پذیرفته شده، یعنی اینکه هنر باید همچون یک مذهب واقعی گروه‌های اجتماعی را به هم نزدیک و با هم یکسان نمایند، می‌گفت. و معتقد بود هنر باید انسان را فروتن بسازد و هنرمند باید با مردم بینوای فرودست یکی باشد. و این وسعت اندیشه است که آثار ون گوگ با گذشت حیاتش دستمایه اندیشمندان و جرف اندیشان شده است. تا حیات اوسیانی نقاشی سرگذشته از اشتیها را با صداقت ایمان دریابند. سرانجام ون گوگ با شعله آتش افروز از انسانیت در سن 37 سالگی در دورانی که خلق آثارش به نوسان از کمال می رسید در پی یک حادثه تیراندازی دنیای فانی را رها کرد و به ابدیت پیوست. خب بینندگان عزیز، در پایان باید بگویم که آثار هنری و ادبی ارزشمند جهان همواره از جایگاه والایی در جامعه انسانی برخوردار بوده است و هنرمندان بزرگ انسان‌های بزرگتری بودند. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریښتینی غږ